من به عنوان یه طلبه ای که 60 ساله با مسائل سیاسی آشنا هستم، سنم از 75-6 سال گذشته، از اول نوجوانی من سرم توی مسائل میده. به شما عرض میکنم برهه هایی از زمان در طول این 30 سال گذشت، خطرهایی از ناحیه مسئولین کشور متوجه اساس اسلام بود که خدا به برکت این رهبر ما را از اون خطرها نجات داد. ای کاش میشد هرچی رو میدونم بگم. نمیدونید چه وجود عزیزی، خدا چه فراستی به این مرد داد، چه سعی صدری دادی، چه صبری دادی. دو تا شریک رو شما فرض کنید، آره مسئله ساده کنید، دو تا شریک با هم در یک شرکت تجاری سرمایه گذاری کردن با هم شرکت کنند. فرض یک شریک از اول اما اوایل کار متوجه میشه که اون شریکش قصد خیانت داره، میخواد منافع به جیب خودش بریزه. فکر میکنید چند روز میتونه باش زندگی کنید؟ یه روز، دو روز، یه هفته، یه ماه، دو ماه. خیلی هنر کنه کارش چون به حساب آخر سال برسونه، تصفیه کنه خودش از دستمون خلاص کنه. آدم میشه 20 سال یک شریک خائنی رو بشناسه و به روش نیاره؟ صرفاً به خاطر حفظ مصلحت اسلام و مسلمین خون دل بخوره اظهار نکنه که من میدونم تو چه کاره ای. این چه قدرتی میخواد؟ شبیه اعجاز به خدا قسم. خدا یه همچه صبری به این مرد، یه همچه سعی صدری، یه همچه محبت و رعفتی با همه اینها و آهاد مردم مثل پدر مهربان. بعد هیچ کسی نمیتونه ببینه، هر خدمتی از دستش بر بیاد داره، هر کس مزایقه نداره. اینا گفتنش آسونه عزیز من، این من شما ایسته میگیم و میشنیم. خدا یه همچون وجودی رو به ما دادی، همچون نعمت عظیمی رو به ما دادی، دلهای همه مردم رو به یک نقطه متوجه کردی. اگر نبود این علاقه ای که مردم به رهبر داشتن، تو این جریانات فتنه اخیر چی میشد؟